سلام سلام و صد سلام خدمت شما دوستای عزیز، امیدوارم که خوب و جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. دوستای نازنین، خیلی خوشحال هستم یک بار دیگه در خدمت شما خوبا و نازنین مهربانا قرار گرفتم. معصوم اکرمی هستم از کشور سویدن، امروز در خدمت شما هستم با یک برنامه جدید، ولاگ آشپزی، برنامه های رژیمی، سودا خریدن، پخته کردن، جمع کردن، خانه‌داری، اولادداری، کلش یک جای. صبح زود است، از خواب بیدار شدیم، اومدیم در آشپزخانه که یک پنکیک رژیمی خیلی مزه‌دار آماده کنم، که همیشه از من سوال می‌کردین که چی می‌خوری که لاغر میشی. همونطوری که می‌بینین یک میکسر گرفتیم، یک دونه بنانه یا کیله را پوست می‌کنم و امرای دست خود توته توته می‌کنم، داخل میکسر خود میندازم و جوی پرکی که با پوستش باشه حدود 90 گرم میندازم، دو دانه تخم مرغ میده می‌کنم، دو قاشق غذاخوری پودر پروتئین داخلش میندازم و به جای شیر از شیر بادامی که داخل شوگر نداشته باشه، شکر نداشته باشه، اضافه میکنم. به خاطر از اینکه طعم بگیره کمی سرش دارچینم اضافه میکنم و وقتی که آماده شد همراه میوه های فریز شده سرو میکنم، که من اینجا میکسد بریز گرفتم و آووکادو که بسیار مزه دار است. آووکادو خودش یک روغن سالم است برای بدن و همچنان سیر کننده. من این غذا را که میخورم تا چندین ساعت کاملا سیر میباشم. این پودر پروتئینم که میبینین از شرکت هربالایف است، شرکتی که من امروشون همکاری دارم و قابل سفارش است. 97 کشور دنیا ما ارسال داریم. برای سفارشش میتونین که به اینستاگرامی که روی صفحه میبینین معصوم اکرمی پیام بدین و این پروتئین خوشمزه را تهیه کنید که کاملا گیاهی است، هیچ ضرری به بدن نداره و شامل 25 ویتامین دیگه هم داخل خود میباشه. این شیر بادام هم که قبلا من در برنامه های خود معرفی کردم از تمامی فروشگاه های مواد غذایی دریافت کردم، میتونین از جمله کوپ، ویلیز، ایکا که من از ایکا خریدم. فقط دقت کنین که شیر بادام بدون شوگر باشه. موادی که داخلش انداختم: بنانه، یک دونه کیله، دو دونه تخم مرغ، 90 گرم جوی با فیبر یا با پوستش و دو قاشق پودر پروتئین، کمی دارچین و شیر بادام به اندازه کافی. یک دونه کرایی را در سر گاز ماندیم که داغ شوه و بعدن پنکیکا را دانه دانه داخلش پخته کنیم. اینجا داخل بشقاب خود من میوه ها را از پاکتش به اندازه که امروز لازم دارم میکشم. شما میتونین که همین میوه ها را به صورت تازه هم نوشیجان کنین، اما من هر وقتی که آووکادو را تازه خریدم متاسفانه بسیار قیمت خریدم، اما داخلش خراب بوده، از اون خاطر همیشه من بعد از این فریز شده میخرم. و این اصلی هم که به دست من میبینین کاملا زیرو کالری است، اصلا کالری نداره و طعم شیرینی داره مثل اصل است، خیلی جایگزین خوب است به جای شیرینی. میتونین نوشیجان کنین. وقتی که تابه شما یا همین تخم پزی شما گرم شد، یک قاشق روغن زیتون بریزین و از همین موادی که درست کردین کم کم اضافه کنین، با حرارت ملایم پخته کنین که دو طرفش کاملا پخته شوه. من امروز جای رونده بودم، میخواستم برم سودا بخرم و ناوخ شده بود سرم، حرارت بلندتر بود، از پیش من رنگش کمی تیز شده. اما اگه شما وقت دارین با حوصله پخته کنین، با حرارت ملایم تر پخته کنین که رنگش زیاد از پیش شما تیز نشه. و این میکسد بریز که دیدین که شامل بلوبری و توت زمینی و دیگه چیزا میباشم، این را از فروشگاه لیدل خریدم. آووکادوی فریز شدم که در تمامی دکانهای مواد غذایی در بخش یخچالش شما پیدا کرده میتونین. و وقتی که پنکیکا پخته میشه همون رقم گرم در سر میوه های یخ زده میمونم که گرمی پنکیک باعث شوه که یخ زدگی میوه ها کمتر شوه و یخشان باز شوه و قابل استفاده شوه. به همین ترتیب پیش میریم تا که کل پنکیکا پخته شوه. که این برای من زیاد بود، من 3-4 تایش امروز صبح نوشیجان کردم، باقیش نگاه کردم که بعدا اگه گشنه شدم نوشیجان کنم. Thank you.
به به، جایتان خالی. پنکیک خوشمزه رژیمی آماده شده، میبینین که چطور یک بشقاب پر است. یه دیگه نوشیجان میکنم این تا دیگر دیگه من گشنه نمیشم. صبح معمولا که من از خواب بیدار میشم، اول اولادا رو چای صبح میتونم، به خاطر گناه طفل هستن گشنگی رو تحمل کرده نمیتونن. بعدن اونا که انجام دادن صبحانشان رو نوشیجان کردن، بعدن برای خودم اگه مرجان خونه باشه برای خود ما مرجان پخته میکنیم یا یک چیزی رو تیار میکنیم، نوشیجان میکنیم. اما اینجا عزرا جان بلوبری رو خیلی دوست داره، بازم هم اینجا دبشخواب من آمده شله گرفته که بازم من برش دادم. واقعا خیلی خوشمزه بود، به اندازه مزه دار است. شما هم حتما این رسیپی رو تیار کنین. غذای خوشمزه رژیمی آماده کردیم. کسایی که میگن که چی میخوری که لاغر شدی، کمی اینجا وگتاریسک شوتبول یا که از این گوشتای کوفته‌ای سبزیجات، شما میتونین از گوشتم بردارین، اما من گوشتش دوست ندارم، از سبزیجاتش برداشتیم. و گل کلم یا گلپی و کلم بروکسل و دو سه دانم کچالو را کلش اینا رو توته کردم داخل یک ظرف، همراه کمی آب لیمو و نمک و مرچ سیاه اینا را مزه‌دار کردم و داخل داش پخته کردمشه. تا زمانی میمونیم که کاملا پخته شه. الان کاملا اینا پخته شدن، نرم شدن، هر کدامشه که دست بزنین کاملا نرم هسته. و اینم پوش وگتاریسک بولر هستم، از ویلیز خریدیم، میتونین شما هم استفاده کنین، خیلی پروتین زیاد داره. در این قسمت 12 گرم پروتین داره در هر 75 گرم. و اینجا هم کمی سماروق سرخ کردیم با یک قاشق روغن زیتون و کمی ترکاری گرفتیم که غذای چاشت نوشی جان میکنم. بله دوستای نازنین، آلیا مولادارا میگیرم و میرم کجا؟ میریم وستروس سودا بخریم. سودا کار دارم، میرم که یکم خرید کنم. بخیر آخر هفته مهمان داریم و حتما ولاگایش هم به شما میگیرم. دیگه امروز فکر میکنم که منوی غذایی ما چی باشه، حتما امروز شما شیر میکنم. بریم که یک ذره خریدم کنیم. اولادام امروز ما هستن. یاسمین جان هستی امروز؟ آره. چطور هستی؟ خوب هستی؟ جانه تجورم. بخیر هستی؟ آره. شکر شکر. اصلا جان خوب هستی؟ یه. آفرین دخترم. Let's go. رسیدیم بالاخره در پیش سوپرمارکت سند، اما سوپرمارکت ایرانی که من معمولا میایم خوراکی ها رو از اینجا میخرم. و یک بدی که دکان داره یه هسته که پارکینگ پیدا نمیشه، دست بدبختی پارکینگ پیدا کردیم و دیگه نمیشه چشم سفیدی که خود جا کردیم. تازه رسیدیم دیگه، میریم داخل که سودا بخریم. بخیر بیاین. اوکی بیا داخل شو. فروشگاه فروشگاه خیلی خوبی است، معمولا من از اینجا خریداری میکنم. قیمتاش هم خیلی نازل و خوب است. داخل یخچالش خیلی چیزای جدید و خوشمزه پیدا میشد این دفعه، مثل سمبوسه تیار شده فریز شده، نان چپاتی، کباب، قسم قسم کبابا بود، قسم قسم پراته ها بود، خمیر آشک، خمیر منتو، انواع کباب. اینجا هم قسمت گوشت تازه حلالش هست که گوشت کوفته ای، گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گاو، هر قسم گوشت اینجا پیدا میشد که من گوشت کوفته ای هم گرفتم. یک 4-5 کیلو هم گوشت ران گوسفند گرفتم که 10% ای گوشت کوفته ایش چربی داره. و دیگه اینی ساسچای بسیار مزه دار است که بسیار مزه دار است. اینا ساخت کشور آلمان است اما با مزه و طعم ایران خیلی خوشمزه است. اولادای من خیلی خوش دارم، همیشه از اینجا میخرم. با وجودی که قیمت است، کیلوی 130 کرون است، اما خیلی میارزم و دوست دارم. دیگه از این کبابای تیار خریدم، 2.5 کیلویش پک کلانش اگه نوشی جان کنیم.
و از شیکلینگ کباب شیکلینگ یا کباب مرغ خریدم دو بسته، از قیماقای صبحانه چای خریدم و چای صبح که قیماق ترکی است بسیار مزه دار است همراه عسل. خریداری به خیر خوشی خلاص شد، دیگه گشنه شدیم تشنه شدیم، البته ما که نه، اولادا آورده میشونه در برگر کینگ از سر را که یک لقمه نان اولادا بخورن گشنه نشن و برشان خوش بگذر، از هاتشون تیر شوه و یک چکر حساب شوه. دیگه آوردم اینا رو کمی بگردونم، برشان یک دونه برگر کمی چپس خریدم که برگرم تقسیم دو کردم چون که خورده نمیتونن اسراف نشه، دیگه فقط آوردم اینجا که برشان خوش بگذره. برگر کینگ اولادای من خیلی دوست دارم، مخصوصا نمو تاجی که دست سر خود میمونه، تاج کاغذی بچه هست دیگه دوست دارم. و بعد از او آمدیم طرف شرکت پست، پستایی که بر ما آمده بود اونا رو تحویل گرفتم و یک ماشین واکس جدیدن خریدیم که میخواییم بخیر در ویدیوهای آینده طرز استفاده از ماشین واکس برای ریموف کردن یا از بین بردن موهای زاید بدن استفاده میکنن نشان بدم در ویدیو و تجربه خدا بگویم که چطور هست چطور نیست. و داخل ایکا آمدم، بر من چیزی که جالب بود یک قسمتش هسته که چیزایی که مهاجرین بیشتر میخرن آورده، مثل خمیر سیر و دیگه پاپورکا، گور و خیلی چیزای دیگه، مثلا گلاب که من بر من گور خیلی جالب بود و یک بسته خریدم. گور خیلی خوب است در کوچی، در زنای زچه، همو رقم در هوای سرد بسیار یک چیز خوب و گرمی است، نوشی جان کنین خوب است. و بعد از او دیگه پوستا رو آوردم در داخل موتر، یکان چیزی که کار داشتم هم خریدم. باز بخیر میریم طرف خانه که بسیار مانده شده بودم امرای اولادا، سودا خریده بودم اما دیگه ماندگی کشیده نتونستم چون که باید گوشتایی که خریده بودم اونا را شوشتم، توته کردم، بسته بندی کردم، داخل فریزر باید میموندم که خراب میشد. و دیگه خمیر کرده بودم، باید نان پخته میکردم که خمیرم رسیده بود، دیگه آمدم خمیرها را زغاله کرده و نان پخته کردم چون فریزرم نان خلاص شده بود، باید نان پخته میکردم. همین رقم است دیگه زندگی دست تنها در اروپا با اولادا، واقعا با یک مادر خیلی سخت است، واقعا که زندگی کردن در اروپا و تنها زندگی کردن در اروپا دور از فامیل، حالا فرق نمیکنه اروپا باشه یا جای دیگه باشه، آدم قوی میکنه. اگه من در پالوی مادر خود اگه می بودم شاید به اندازه‌ای که امروز قوی هستم نمی بودم. مهاجرت در کل مرا قوی کرده و به خودم گاهی تعجب میکنم که من چطور میتونم اینقدر کار در یک روز انجام بتم. واقعا آفرین به تمامی مادرای زحمتکش دنیا، یک خسته نباشید گرم، از همینجا برتون میگم. رسیپی نانم در چینل ما به چندین دفعه من رسیپی نان گذاشتم، برین سعی کنین این نانا تا مدت 2-3 ماه شما میتونین فریز کنین و با خیلی راحت نوشی جان کنین. وقتی که من نان پخته کردم من میرقم توتا توتا میکنم میمونم که یخ شوه، میبینین چقدر نرم و خوبش از پشت و روش پخته شده. بعد از اینکه کمی یخ شد در پلاستیکای زیپ دار میمونم، داخل هر داخلش هر چند تا جا شد، 3 تا جای شد 4 تا جای شد، بعد از او اینا رو در فریزر انتقال میتونم و هر وقتی که لازم داشتم یک توتا دو توتا هر قدر کار داشتم میکشم، تا 15 دقیقه پیش یخش آو میشه. اگه عجله داشتم در میکرو میمونم مثل روز اولش، وری گرم و نرم تیار میشه. چند پاکت سیر داشتم در یخچال، اونا رو پست کرده بودم، آماده تیار گذاشته بودم که خمیر سیر تیار کنم، که خیلی از من پرسان کردین که خمیر سیر چی رقم تیار میشه. با بسیار آسانی فقط یک بوتل خشک و پاک و تمیز داشته باشین، یک مکسر داشته باشین که من این مکسر از فروشگاه روستا خریدم، کمپانی بوش،
سیرا را پوست کنین و داخلش بندازین، در سرش کمی روغن مایه بندازین و خوب میکس کنین تا به حالت خمیر در بیایه و داخل امی بوتلتان پر کنین. در آخر هم در سرش کمی روغن مایه در داخل بوتل بندازین. به همین سادگی شما یک خمیر سیر در خانه دارین و هر وقتی که آشپزی کنین خیلی راحت میتونین هر قدر که کار داشتین اضافه کنین. اصلا هم رنگ خودش تغییر نمیده. فقط یک نکته ای که وقتی که اگر سیر شما زیاد است و میخواین پست کنین، سیر چون تیز است انگشتای شما را امکان داره بسوزانه، بهتر است که قبل از پست کردن سیر داخل او یک ساعت نیم ساعت نگاه کنین سیر را که تندیش کمی بره، باز شروع کنین به پست کردن. دوستای نازنین، خمیر سیر تیار شد، داخل بوتل پر کردم، سرش بسته کردم، در یخچال نگهداری میکنم تا مدت 3-4 ماه میتونین استفاده کنین، هیچ اتفاقی برش پیش نمیآید. اینجام همو ماشین واکسی که خریده بودم بر شما انباکسینگ میکنم، باز میکنم، نشان میتونم که امروز رفتم از پست گرفتم، با پست آمده بود، از یک سایت سویدنی خریداری کردم که سایتش به خاطرم نیست، فقط میخوایم بر شما نشان بتم که داخل از چی چیزایی بود. با قیمت خیلی ارزان و خوبی هم گرفتم. فکر میکنم که همگیش با هم با هزینه پست و ایناش 400 کرون میقدارا شد که یک ماشین واکس داره، یعنی گرم کننده واکس و 5 بسته خود واکس داره و چندین دانه از این چوبکا داشت، داخلش 20 تا چسب داشت. خیلی خوشم آمد که انشالله در یک ویدیو جداگانه از این ماشین واکس حتما استفاده میکنم. اینا یک بدست من میبینین رنگ و رنگ، اینا واکس هسته که داخل همین ماشین میندازیم گرم میشه، او میشه، بعد از او همراه از همین چوبکایی که شبیه چوب آیسکریم است میگیرین و به محل مورد نظر میزنین. فقط مواظب باشین که خیلی داغ نباشه که نسوزین. اول در پشتش هم گفته، در پشت سرش گفته که اول در قسمت بدنتون امتحان کنین ببینین که حساسیت دارین ندارین، بعدن استفاده کنین. حتما اینه ما در یک ویدیو آینده طرز استفاده شد بر شما نازنینان نشان میتونم که شاید خیلی کسا خودشان بلد باشه، کسایی مثل من میخواه بار اول تجربه کنه. به هر صورت من تجربه خود با شما میخواهیم شریک کنم. و برای همسر گرامی هم امشب کباب امرای برنج پخته کرده بودم که رسیپیش اگه خواستین بر من نوشته کنین در یک ویدیو جداگانه برتان تیار کنم. و ویدیو رو همینجا به پایان میرسونم. تشکر از همراهی همیشگی شما دوستای نازنین، بی نهایت تشکر. منتظر کامنت های مقبول شما هستم. این ویدیو رو لایک کنین، با دوستایتون شریک کنین. تا یک برنامه دیگه، دیدار دیگه، خداوند یار و نگهدار شما.